شما حتما یه شب شام تشریف بیارین خونه لونا، من یه شام زمینی واسهتون درست کنم، لب و لوچتون رو بخورین. اصلا شام نمیخورم من. نهار تشریف بیارین، اصلا از صبحونه تشریف بیارین، قبل از شام تشریف ببرین. یه فرم ثبت نام میخواستم، این مدارکم و فرم تقاضا نامه. بله، آقایون هم مطابق قانون میتونن کاندیدا بشن. دمت گرم داداش. ولی باید شعورشو داشته باشین که خیلی شانس برنده شدن نداری. دبا، چی کار داری میکنی؟ اومدم از حق قانونیم استفاده کنم و کاندیدا بشم. گستاخ. روزی که بهشون حق رأی دادیم باید حدس میزدیم که قراره یه روزی ازش استفاده کنن. اینا رو ول کنی، دو روز دیگه حق طلاقشون هم میخوان بگیرن. حالا ببینین کی گفتم. داره ماکروفر بازه. حیای قزمیت کجا رفته؟ اوف بر تو، شرم بر تو. باریکلا، باریکلا، چه زبون مسئله به جایی بود. آفرین. بذارین خیالتون رو راحت کنم. من با برنامه و آگاهی اومدم و هرگز انصراف نمیدم. داداش، یا ما حملی کردیم، حالا واسه یه مدتم اینا حملی کنن. برو میشه خونه حالش ببر. چیکار داری؟ هرگز هرگز. همین نگاه های متحجرانه است که حقوق ما مردا رو سرکوب کرده، باعث این شده که ما نتونیم پیشرفت بکنیم. من اومدم تا با این بانوان رقابت بکنم، برنده بشم و در تاریخ جاودانه بشم. بله آقا جون، چرا وقتی کسی رو کار نداری علی کیزتش میکنه؟ ببخشید خانم، اشتباه شد، یکی دیگر رو میخواستم صدا کنم. بفرمایید. بابا من چی میدونم، یادم رفت و فکر کردم فامیلی زو فقط اینه. نه آقا جون، یه پسوند کاربردیه، مثل همون زاده و پوره که شما داشتین توی زمین. یاد بشه اینو نوشتنش هم من یاد بگی، خیلی کاربردیه. تیبا تو که کار بیرون از خونه میخواستی، خب بونگا هست که من میخوام نماینده بشم برم تو خونه. چی کار میکنی کاراشو؟ من کارهای خونه داریم هم در کنارش انجام میدم. تو بی خود میکنی سطح رقابت ها رو میاری پایین. میری بیرون یا خودم بیام بیرونت کنم؟ بانوهای محترم، اجازه بدین، اجازه بدین جناب سرهنگ دارن صحبت. مردا از نظر قانونی میتونن توی انتخابات شرکت کنن، حتی به غلط.